دستگاه دیپلماسی خود را موظف به اجرای تصمیماتی می‌داند که پس از طی مراحل تصمیم سازی توسط مراجع عالیه نظام ابلاغ می شود و در این عرصه ما تمام توان کارشناسی خود را بسیج خواهیم کرد تا این تصمیمات را چه موافق نظراتمان باشد و چه مخالف تحلیلمان باشد به بهترین نحو و برای رسیدن به بهترین نتیجه دنبال کنیم، چرا که دولت فقط باید یک سیاست خارجی داشته باشد. هیچ دولتی نمیتواند با بیش از یک سیاست خارجی کارش را در این دنیای پرآشوب به پیش برد و برای همین است که قانون اساسی سیاست خارجی را موضوع و حیطه مقام معظم رهبری قرار داده تا از دعواهای جناحی و درگیری‌های داخلی به دور باشد. جناب دکتر، بعضی از منتقدین شما میگن که اون زمان در جریان قراردادهای سعدآباد، بروکسل و پاریس عملاً همه چیز متوقف شد. حالا سوای از این قضیه، شما چقدر دولت تدبیر امید انتقاد پذیره؟ یعنی اگر مخالفین پس این حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه. ما متوقف کردیم، ما کامل کردیم فناوری رو. آقای آبدینی، ما فناوری هسته‌ای را کامل کردیم به این معنا که فرصت لازم را ایجاد کردیم تا UCF اصفهان کامل شود، UF4 تولید شود، UF6 تولید شود. روزی که من پرونده را ترک می کردم 1700 خورده سانتریفیوژ آماده ما داشتیم. روزی که من پرونده را تحویل گرفتم 150 تا داشتیم. آمریکا میخواست چیکار بکنه؟ ما دنبال این بودیم یه فرصت درست کنیم این فناوری کامل بشه. اون روز که سه وزیر اروپایی رو دعوت کردیم، فقط 10 تا عدد سانتریفیوژ در نطنز میچرخید. ما 1 گرم UF4 و UF6 نمیتونستیم تولید کنیم. ما آب سنگین نداشتیم. ما کیک زرد نمیتونستیم تولید کنیم. ما تولیدات سانتریفیوژ ما در کشور کلش 150 عدد بود. ما میخواستیم همه اینا رو کامل کنیم. ما نیاز به فرصت داشتیم.